ایشون میفرماد حجامت کردیم، جای حجامت زخم خونم اومده، خونم بله با پنبه چیزی برش. حالا آب بکشند یا نه برای نماز؟ دکتر گفته تا که آب نکشی؟ آره تا فردا صبح شما معاف. خوش به حالتون تو فردا صبح. خوبی نمازی؟ شما یواش فرمید. آخه دیروز شهادت امام حسن عسکری، منظور اینا اصطلاحای ما هست، یعنی روز اول امامت امام است. صلوات الله و سلام علیه. خوب نماز. بیشتر صحبت نماز تو مدینه است. بله تو مدینه است. حالا چجوری؟ بله یا تو نماز زده یا میگن نامه داد دستش، مشغول خوندن نامه شد این زد و تو مسجد شده اینجور. تو مسجد هم ریختن بگیرن که دفاع کرد از خوش. ببینید اسمش فیروز بود یا ابولولو؟ بله نا جزو اونایی بودن جنگ شده بود ایران، اسیر شده بودن و رفته بودن. بله حالا چه وقتی چه جور بوده امروز و روزش خورده تأکید کردن. حالا چجور بوده که نهم ربیع رو بله بسیار خوب. ایشون بفرمان تو قرآن راجع به ولایت فقیه اشاره داره یا نه؟ ایشون هم بفهم فراو داجه هاشون خودشون مشالله از قرآن هم دار. بله آجا میفرمد از اول تا آخر قرآن خوبه. بله جا که همچه که فرم بودن، اصلا ما یه آیه داریم که هر فقیهی نه حالا مجتهد جامع و شرایط فلان به قدر فقهش خدا بهش ولایت. نه اون چیز دیگرش، اون ولایت جور دیگرست. اینه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والمؤمنون بعضهم اولیاء و بعض. بله دارم بگردم که توی سوره آل عمران باشه. والمؤمنون بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. مؤمنین بعضی اولیاء بعضند، امر به معروف میکنند و نهی از منکر میکنند. اون اولیای همون ولایت. شما وقتی میبینید کسی خلافی میکنه خب میفهمید دیگه، چون فقه بلد. حالا تکلیف میشه که شرایط باشه برید امر و نهی کن. این امر و نهی هم مولوی هستش، یعنی دستوری است که باید شما انجام بدید اونم بده چشم. ببینید آره اونجا هم هست، منم اونجا هم بخواستم.
خب حالا اونی که شما فرمودید 114 آل انعام خوبه، حالا میبینیمش یکی یکی چون جاهای مختلفی هست. حالا 104 ممکنه، حالا 114 فرمودید انعام یا آل عمران؟ آل عمران. خب میریم سراغ 71. آره رونه بالمعروف و ینهون عن بله هم بنه و یعطون الزکاة و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. بله 71 توبه. تمام مؤمنون و مؤمنات بعضشون اولیای بعضن در اون امر به معروف و نهی از منکر. این اولیا این همون ولایتی است که خدا داده به خاطر اینکه این معروف رو میشناسه، منکر رو میشناسه، تارک معروف رو امر میکنه و کسی که مرتکب منکر نهی میکنه این ولایت خدا بهش داده، اونم باید گوش بکنه. اگر هم بگه به تو چه، بگه خدا به من گفته تو رو امر رو نهی کنه. 71 سوره توبه. خب بله البته ولایت رو خداوند به مؤمن میده، یعنی شیعه 12 امام. بله بله محل سجده جایی که یعنی موه واقع بشه جبهه باید بشه. اون اگر جبهه نشه مثلا بغل جبهه بشه اشکال داره؟ جبهه یعنی چه؟ جبهه جلوی پیشونی، ما بین دو تا ابرو به بالا تا رسنگای مو رو اصطلاحا جبهه میگن. بله جبهه، جبهه کل پیشونی است که چرا وسط میگیره. حالا یعنی بغلش هم همینطوره. این که جبهه نیست، این جبین میگن، جبین این جبهه. تو تیمم هم پیشانه رو احتیاج داریم دیگه. بغل پیشونی، گوشه پیشونی کنده مرد، تصورش بر این بوده که این جبهه رو درک نکرده، این حساب سر از مرد برداشته دوباره وسط پیشونی رو مرد بشه. آره میگن که مثلا سر بده. حالا تا آیت الله خویی حرفی نداره برداره دوباره بذاره، ببینم بکش. اونم یه مسئله است تو بحث سجده هستش. نه همون کشیدن میخواد بکشه دوم. یه سجده اضافه انجام داده، حالا آخرش احتیاطش که نماز شده برو بخواد. نه کسی ولایت امیرالمومنین قبول نکنه خداوند اسلامش رو قبول نداره، چون اونجا الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا. اسلام وقتی دینه که علی جلو باشه، اگر نه یه همچین چیزی رو خداوند نه مسلمان قبول داره نه اسلام. به پیغمبرم فرمود بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. راجع به نصب ارسلی بود، اگه علی جلو نیفته اصلا تو هیچ پیغمبری واسه من نکن. جماعت چقدر نه؟ میگید جماعت. جماعت یه سر خیلی خرده دیگه. یه در طرفه نیستن. جماعت دیگه. یه سر عقب خرده. پشت ما خالی هستش. یعنی
یعنی میتونن دو نفر هم پشت امام واسه. آیا اینا که این بر اونور اقتدا میکنن صفای قبلی اتصال برقرار میشه یا نمیشه؟ یا بس حتما در پشت امام معموم باشه تا جماعت منعقد بشه؟ هر کسی در نماز جماعت تکلیف خودشو باید انجام بده. من کاری ندارم به دیگران. من که میخوام اقتدا کنم به امام جماعت باید ببینم اتصال من از طریق اونایی که جلوی من هستن برقرار میشه یا نمیشه. اگر برقرار میشه باید قامتمو ببندم. اگر نه که من تکلیف اون چیزی که از نزدیکترین شخص به امام هستن بله اونا که در عقب هستن که اقتدا از این قضیه نداره. ببینید اتصال برقرار باشه. مگه اینا که گفتی بی اجازه بود؟ در نماز جماعت فرق نمی کنه پشت امام یا صف دوم و سوم. شما باید یه شعاع بکشید برای خودتون، شعاع دایره به فاصله به فتوای مرحوم امام یک متر، به فتوای آیت الله سیستانی یک قدم فراق که آقا فرمودن که تا یک متر و 15 سانتی هم رام میشه. تا این فاصله باید اتصال برقرار باشه. تا این فاصله باشه اتصال برقراره. اگر بیشتر از این باشه منفصل میشه دیگه. خود به خود این میشه. حالا شما که اون طرف نشستید بی تقصیری یه چیزی هم شما بگید. منظور لحظه تکبیرت و شما فرض کنید یه آقای اینجا بسده، حالا یه ایه نفر شروع میکنه، من بخوام بهش اقتدا بکنم. خب اولم صاف به صافش میتونم واسم مثل دو نفر که توی صف واسدادن از اینجا شروع میکنم. اینو کجا نوشتم؟ تو احکام جماعت که آیا لازم مأموم عقب امام باشه؟ اگه در یه صف باشه میشه نمیشه؟ را اینجا بریم جلو. فعلا یه نفر ها، یه نفر میخواد به یه نفر اقتدا کنه. خب من دارم میگردم، شما هم چیزی به ذهنتون برسه بگوید. من با امام پلو هم واسطه مثل دو نفر که توی صف هم میتونم اقتدا کنم یا نه؟ شونه به شونه داره. مقداری عقبتر از این جماعت باشه و بعد حواسش باشه که این معمومه نه امام جماعت. اشتباه نگیره. حالا اگه دعواشون شد من امام هایم تو خب دست به اخیر میشن. آجا اونجایی که آی سیستان میفهمید که سجدگاه نفر نفری که مأموم هستش به مقاصد و به راستای جای زانوهای امام باشه اون مربوط به اون قضیه نمیشه؟ کی گفته آقای سیستان میشه؟ کجا گفته؟
جای سجدگاه باز از امام یه خود فاصله رفتار معموم نباید که متعرض امام بینام بسله چنده؟ 1432. خب 1432 رو ایشون پیدا کرد. بله، مأموم نباید جلوتر از امام بایستد. حالا میخواد بیا آقای اقتدا کنه، یه خورده جلوتر واسه بیا که من میخوام پرسر تو اقتدا کنم. الله، یه جلوتر وانست. و اگر مساوی هم مساوی او هم بایستد اشکال دارد. پس آقای خمینی رد نکن، فعلا میگه اشکال دارد و به احتیاط واجب باید کمی عقبتر از امام بایستد. اگرچه قد او بلندتر از امام باشد که در رکوع و سجود سرش جلوتر از امام باشد. آقای خمینی این که مساوی واسم غلطه احتیاط میکنه، میگه یک کمی عقبتر باست ولی قدت بلنده تو رکوع و تو سجده میری جلو امام، اب نداره اونش، ولی در ایستادن احتیاط واجبه یه خورده عقبتر باست. آقای گل پایگانی، بله نه کاری ندارم، سجده دو متر از امام جلوی خیلی قد بلنده باش، بودم ایستادن یه ذره عقب، اونم احتیاط. آقای گلپایگانی، مأموم نباید جلوتر از امام بایستد و اگر مساوی او بایستد اشکال ندارد. تمام شدش، اون احتیاط هر رجوع میکنه، پس آدم مساوی امام هم میتونه باشه. خب این یه مطلب. آیت الله تبریزی، بعید نیست جایز باشد با امام برابر بایستد ولو قد او بلندتر از امام باشد. پس مساوی هم که واسیم اقتدا درست میشه، بهتره اون احتیاط یه ذره عقبتر باشه. حالا یه ذره که عقبتر باستدیم ولو سرمون در رکوع و در سجده میریم جلوی امام و خیلی قد بلندیم، امام کوچولو موچولو اب نداره، اون یه ذره که عقب باشید یا خمینی هم راضی. ببینید حالا نه چیز نداره، نه احتیاطیست که الان کسی دیگه رد داره نمی کنه، یه نفر که راه میده بله دیگه راه باز میشه. بعد یه حواله هم دادن که آقای زنجانی که در 1480 هم ما دوباره این حرفا رو میزنیم اینجا. الان آقای سیستانی هم اینجا چیزی نه، اگه چیزی نباشه همون احتیاط هست. آی سیستانی، مأموم نباید جلوتر از امام بایستد بلکه احتیاط واجب آن است که همین با احتیاط باشه. بله آی مکارم، هم احتیاط اینه که مساوی نیسته. آی بهجت، از هر اینه که میتونه مساوی امام بایسته. این یه مطلب. حالا عقبتر اینه بر اون ور، من از مهرم تا پای امام تا امام یک متر هم باشه دیگه اصل هستم. مثلا پای امام کجاست، مهرم ببرم حدود یک متری ذره کمتر اونجا واسه، ولو این طرف یا اون طرف یا دورتر، من وصلم به امام. من که به امام وصل باشم دیگه هر که به منم وصل باشه وصله دیگه. پشت سر امام دقیقا واسدن احتیاج نیست. بله خب اینم بسه حل شد. یه چیز دیگه بپرسید. خب امام خون دماغ شده، حتی خون دماغ اگه تا به قدره درهم سرایت به بیرون نکنه میشه نماز ادامه بده، خونه که میاد به بدن و لباسش نریزه، باید دستمالی بگیره یا رو فرش بریزه، مگر اینکه خونی که بیرون میرسه از یه درهم یعنی هم طلاهای علیه سکه کامل چقدر همه قدر میگه، بیشتر که بشه من با اون اندازه و بیشتر دیگه معاف نیست، اگه کمتر نذاره اونقدر بشه و با دستمال بگیره یا بریز رو فرش به بدن و لباسش میتونه نماز ادامه بده. حالا به قول شما یه جوری شد که صورتش و ریشش و مت و سینش و خلاصه خیلی شد ناچاره نماز قطع کنه بره به خاطر آب کشیدن. حالا این جماعت شده بی امام، حالا جامعه
چیکار کنه مأمومه چیکار کنه؟ بله آقا سریع فرادا میشه دیگه، فرادا میشه یه قدم میاد جلوتر از اون اختلاف. آقا اگر کسی باشه که عدالتش اعراض شده باشه از طریق مأمومی، این میتونه یه قدم بیاد جلوتر و بقیه بهش اقتدا بکنن، همون نیت قبلی، نیت به امام قبلی رو به ایشون اقتدا کنن. یا اگر کسی اینا مأمومی بلد نباشن این کارو، نمازشون خود به خود فرادا میشه، باید فرادا بکنن. این از اون کار هست که نیست، نمیشه، بلد هم نیستن مردم هست. چی چه جور اینا؟ اولا استخلاف بهش میگن، اگه بلد باشن به این که اون شخصی که عادله، این آقا که شد هیچ بلکر رفت شدیم بی آقا، یه شخصی که عادل هست یعنی دیگران قبولش دارند، قصد فرادا میکنه، مستحب هم هست یک قدم بذاره جلو اگه تو اون صفی هست. بقیه قصد میکنن که نمازو با این ادامه میدیم، منتها این بلدی میخواد که کی الان قصد فرار که امام شد ما به کی اقتدا کنیم. قبلا باید هماهنگی و بلدی باشه. این کار میشه کرد، منتها من تو عمرم نیدم یه بارم شده باشه، نه امام های خون دماغ میشه مثلا فلان، نه کسی آماده. اینم که میگن صفحه اول اهل تقوا و علم باستن، چون صفحه اول بشنسند اقتدا داخل نشده، باید جمع بشیم مثل این سربازخونه ها تمرین کنیم، به افراد بگیم که آقایون امام جماعت بگه من اگه مردم یا خوندم آخ شدم یا وضوم باطل شد این آقا امامه، بعد اون وقت تمرین کنیم بگه نمازم من میمندم و وسط نماز میمیرم میفتم مردم، به اون آقا میگن تو یه قدم بیا جلو قصد فرادا کن، بقیه هم قصد میکنن به تو اقتدا کنن، وقتی اقتدا کردن حالا قصد جماعت میتونی بکنی. بعد تمرین که مثل سربازخونه که تمرین نظام میکنن، یه همچون که نماز شروع شده امام افتاد میگن خب مرد، اون یکی یه قدم میاد جلو بقیه قصد میکنن همه به این اقتدا میکنیم. بعد تمرین بشه، هیچ کس آمادگی نداره، نه اون امام حاضره، نه حالا کسی، نه حالا بشناسن بدونن، ولی میشه اگه بلد باشن. امام وقتی نتونه نمازشو ادامه بده میشه کس دیگری، اون نفرم فوراً بعد اول خودش قصد فرادا کنه تا اقتدا کردن قصد جماعت کنه، ولی دیگران جماعت رو با اون ادامه بدن. اگه تو صفحه اولم باشه ردیف به ردیف هم که گفتیم اب نداره، حالا یه قدم بیا جلو که اون احتیاط هم عمل بشه. این میشه این کار رو کرد تا بلدی و اینا میخوادش. بله از مهرش تا امام یه متر، یه متر و 15 سانت هم گیری نداره، از هر طرف البته نمیتونه بره تا اون بر سرا هم سرا چشم اجزی بده نه خونه رو بلکن، متر خیاطی رو از خانم بلند کنید بذار جیب تو، آقایی که واسط کنار پاش تا یه متر و 10 سانت را داره ببینید چقدر، تا این مقدار مهر ما باشه وصلیم بعد مطلع بذاری سر جاش شب کنیم. به نفر اینا کار نداریم، نه نفر گشاد و تنگ و اینا داریم، شما اندازه شو بدون، حالا آقای خوی میگه یه متر، هم مهر ما تا پای امام یه متر دیگه بیشتر نمیشه. بله چه بین راه شلوغی، نه سر نماز روحانی و چه آدم های خوبی پیدا شد، سی تا خیلی عدد دو سه تا میشه. ایشون میفرمند یه آقایی تو بین راه شده امامو ادم اقتدا کردن، من چی کار کنم؟ چی فهمید؟ ایسکای قطار شلوغه مرشد، اون مگه به این زودی سی تا یه هایی که قبول کنند هم کم رخ بده. خب آره کاروانی ها خوب همون میشنسن. بله اینجور مواقع شما یه بار فرمودید که چون عده ای از اهل بصیرت اقتدا کردن به اون آقا، میشه به اعتماد اون اهل بصیرت اقتدا کرد،
از آقای بصیر بپرسید. بله، عرضم بر این که یه آقایی میگفتن که تو مسجد امام جماعتمون نیومده بود مغرب، گویا خود دیر شد و یه آخوندی آمد تو مسجد، معلوم بود کارم داره، میخواست نماز خونه بره، ره گذر به قولش. گفت آقا شما بی جلو که امام جماعت بشی و چی نکرد که بیاد جلو. اون گفت و اون گفت و یکی هم گفت صلوات بفرستید خلاص زور. گفت این آقا آمد جلو جمعیت واسه دو آقایون، شما کدوم منو میشناسید؟ گفت خب شرعا نمیتونید به من اختلاف. خلاص میگه مسئله اومد من یه قالتاق دوزی بی پدر مادر هستم و آخوندم شدم کلا سرزم بود. آخ تو بعد بشناسی من عادلم، خب صرف آخوند بودن که الان تو زندان ها خیلی آخوند داریم، خیلی هم آخوند اعدام کرد جمهوری اسلام، چه آخوند کم چه مطلب. الان توی دعواهای چند وقت بود دیگه دوتاشون آخوند بودن دیگه. گفتش که قشنگ آدم پخته بود، گفت آقا شما من نمیشناسی، خب باطله نمازتون. ای بفهم جلو، بفهم جلو، کدومتون منو میشناسی؟ گفت هیچ کاری چه نمی. گفت آقا خب بشناسید آقا من، ای بفهم جلو، من تو کجا میشناسی من که اما جنس هم از همین رو خراب داره. گو بنده خدا چی کرد که یادشون ده که آهی من آخوندم صلوات صلوات، خود من بشناس عادلم، بعد بگو بفهم جلو همجور تو آخوندم. هر که ابا امام بتنشه دیگه هیچ مولو درزش نمیره. گو بیش کسی چی دیگه نگفت. بله باید بشناسن، ولی خب اگه کسی بشناسه یکی دوتا که شما به شناخت اونا اعتماد پیدا کن که اینکه دوتا که میشناسن آدم هایم واردن، خب قیافشون میاد نماز خون باشند و بفهمند عادل یعنی چه، شما هم از این راه اعتماد پیدا کنید که بسیار عادل. اگر رسیدیم تو جمعیتی، چون فکر کنم سوالشون میگه ما میرسن، نه مثلا همین ایستگاه قطار 20 نفر روش یه نفر وایسیدن، ما تو نمیدونیم اصلا اینا مسئله رو بلد بودن یا نه همینجوری به قول شما. نه اونجور نمیشه، باید این که اینا اهل بصیرتن و اهل نمازن این مقدار شما دریافت کنید بدونید، اگه تو این شک بیارید نمیشه. از همون احتیاط همون حال مشهور کار. خب بالاخره بله دیگه، از یه راهی باید بدونیم این آقا عادله. حالا یکی دو نفر که میشناسن اختلاف کنن همه مثل گفتن یا به لفظ بگن یا به عمل، ولی اگه شک کنیم شاید اینا مثل همون مدرس مسجد اون رفیق ما صلواتی یه نفر به زور جلو فرستادن نمیشه. نه اون داستان دیگر، الان مراجع ما این صاحب رساله، این رساله که جلو منه، اینا عدالت رو جدی گرفتن که احراز بشه، ولی تو کل فقه شیعه اینطور نیست. الان ما شیخ طوسی رو داریم رحمت الله علیه. شیخ طوسی از دنیا که رفت تا 200 سال هیچ آخوندی باور نکرد من اعلم از شیخ طوسی هم. تا 200 سال تمام بلاد شیعه و آخوند و همه تقلید میکرد، اینقدر با عظمت بوده. آقای خمینی هم نفس میکشید، شاگرداش فتوا دادن در رسالم چاپ کردم. میخوام بگم خیلی علمیت میخواد، اینقدر 200 سال بلاد شیعه یه نفر نگفت من اعلم از شیخ طوسی هم. میگم مقامش اینقدر بالاست، شیخ طوسی، شیخ طوسی. ایشون فتواش اینه که اگه بدونی فاسقه اقتدا نکن، اگه نمیدونی اقتدا کن. یه شیعه نمیدونیم فاسقه یا نه، اینجوریه. خب نمیدونیم که، خیلی نمیدونیم. بله اون وقت آقا میشد اختلاف کنیم، بگه آقا ما شما رو نمیشناسیم ولی ما چه میدونیم تو دوزی عرق خوری فاسد، اومده آدم خوبی هست. همین که نمیدونیم شیخ طوسی میگه کافی، میگه اگه میدونی فاسقه اختلاف نکن. خیلی فرق میکنه ها، نه باطل جماعت، نه نمازش منعقد نشده. خب مثلا اینجور مرحوم نراقی رو داریم، شیخ احمد نراقی. این نراقی ها حدود 125 سال عالم تشیع رو رهبری میکردن، زمان قاجاری اون وقتا بودن. بله از دانشمند خیلی عظیم. این شیخ انصاری خیلی بزرگ، شیخ در زمین شاگرد همون نراقی بود. مرحوم نراقی میگه پرسر عرق خور لبادکار آدم خوشم میشه نماز کن، فقط شیعه باشه. اون تو کراهت داره نماز درسته، اون تو عادل باشه بهتر. به شیعه که باشه میتونه اقتدا کنه، سنی رو نمیشه. شنو همه میگم ملاکنه که شیعه باشه. فتواش اینه ها، فتوا تو رسالش این بوده. زمان ایشون پیش نوازی خیلی خوب بوده، لات محل بوده بره کنم من میخوام بخونم.
چون فاسق بودن هم در این چیز نمیدونم، و همون شیعه است کفایت میکنه. البته اگه عادل باشه بهتره، مثلا اینجوری پشت سر فاسق مکروه نماز. خب اگه حالا اگه امام اصلا سر از غیبت تشریف بیارن، ممکنه بگه نراقی درست گفته، ممکنه بگه شیخ طوسی درست گفته، ممکنه بگه آقای خمینی درست گفته، نمیدونیم. اون که رجاءن اون میشه که یک کسی میگه حالا ما که نمیدونیم کدوم درسته، نماز میخونیم ولی خب شاید درست نباشه، یه بار دیگه میخونیم. از اون بابت گفتن این شخص سنی رسید خدمت آقا، حالا زرنگی که بفهمه یه دست حد به من بدیم و یه سفارش، حضرت فرمودن با شیعیان ما دوست باش ولو به این که به نظر تو بد کاره باشن، یعنی آدم این باشم و فاسد، و با دشمنان ما دشمن باش ولو به این که به ظاهر متدین بدیم. بله این که هستش، این درست. حالا اونا مسائلیست، ببینید اینجوری هست، اون از این جهته که تو اصل فقه شیعه اختلافه، ولی این مراجع الان نه، میگن عدالت رو احراز کنید. بله یا شیش سمت مسئله الاحبت ترک الفریضه على سطح الكعبه و فی جوفها اختیارا، احتیاط اینه که نماز واجب رو رو پشت بون کعبه یا داخل خانه کعبه در حال اختیار نخونید. در حال اختیار معناش اینه که وقت عربستان سعودی شما رو کرد تو خونه کعبه در قفل کرد، یا بعد دو روز اینجا باشه، خب دیگه بعد نماز بخون، هر جوری هم بخونید توش درسته، میگه بهتره رو به اون گوشه ها واسی ها که هر جوری بزن. رو پشتبون هم همطور هر طرف واسیم درست، و یه ذره پشتبون جلومون باشه حتی تو سجده که ناچاریم، ولی کراهت داره، احتیاط اینه که در حال اختیار. مرحوم امام میفرماد ان کان لغوا جواز روها علی و فی جوفها علی کراهیه، میفرماد ولی قول قوی تر اینه که کراهت داره، نه اینکه درست نیست، مکروهه که در حال اختیار برید تو کعبه یا رو کعبه واسید نماز بخونید. اما نافله رو میشه خون نماز مستحبی رو، بلکه مستحبه که داخل خانه کعبه رو به هر گوشه دو رکعت بخون، و همینطور نماز واجب اگه ناچار بشیم که بخون. اگر هم در رو پشت بون کعبه خواستیم نماز بخونیم، لازمه که جلومون مقداری از به حساب کعبه باشه، نه لب لب پشت بون واسیم، نه ممکنه بگه من لب لب وامیسم موقع رکوع سجده میرم عقب، میگن نه اولی کمی عقب واسه که کمی کعبه جلوت باشه، فضای کعبه جلوت باشه. بله و نمازم درست بخون. یه قولی هم که گفتن رو پشت بون بخوابید رو به آسمون بخونید، اون قول میگن ضعیف. تو صفای مسجد الحرام و اینا حالا اونا دیگه مسائل است که تو میگن مناسک و توی کاروانا و اینا، از وقت از باب مثلا تقیه و چه و اینا که مثلا مفسده نباشه میگن بخونید و وقت بخونید. خب این هم باده پشت بون رو داخل کرد. مبارک آل عمران 26 جوانان در پرسه
بله بفرمایید. سفر امام جماعت نمیاد. یکی دیگه میاد که میدونیم آدمی نیست. بعد اگه بلند شما سفر اول بریم مشکوک میشه زن بعد میاد. ایشون میفرما که حالا فرضه امام جماعت نیومده، این که میخواد بیاد به نظر ایشون بله بله به نظر ایشون نفر بعدی فاسقه. میگه حالا اگه بخوام پاشیم بریم اختلا نکنیم چی پیش میاد؟ زن بد میبرن. گفتی یه چیزای دیگه هم پیش میاد. میگم مثلا بعد میخوام زن بگیرم کسی دیگه زن بهم نمیده. گفتی یه چیزای دیگه میاد. بله خب چه کنیم، بی زنی هم که میدونه سخت. حالا تکلیف ایشون چیه؟ ببینید ایشون میگن که تو ما تو صف که واسطادید با یه نفر که میدونید یه متر را آدم نمیگیره، شما با اونا رو که سجود برید ولی خودتون بخونید. ظهر عصر راحته چون همسوره یواش میخونه، مغربشه که همسوره بلنده اون خورده مگه خیلی مسجد شلوغ باشه؟ نه مفهم. این پیشنهادیست که آجا کرد دیگه. چه پیشنهاد به ایشون بود؟ نه جواب ایشونو بده. این زن گرفته خیلی راحته دیگه، اینو گرفته. اون همون فرمولیست که آجا اشاره بکرد. بله من اگه خودم باشم نماز میخونم طبیعی معمولی فتوای همون مرحوم نراقی، بعدم نه اینجا تا وقت نگذشته میخونم یه بار. بله من تا اینجا نمیکنم. به من این راهی که میدم بهترین راه، هم زنه گیر میاد هم که بخون نماز تو متعلن جلوی اینا نه. بعد که رفتی خونه یواشکی یه بار دیگه بخون. اللهم صل بله شده چند؟ Vale.